از پایین کردن درخش طالبان در قطر تا خواست های بیشتر حکومت افغانستان. شورای عالی صلح می خواهد تا گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان در افغانستان صورت گیرد. و نگرانی از تأخیر در تصویب قانون انتخابات. نهادهای مدنی می خواهند تا این قانون به زودی تصویب شود. به نام خداونده یکتا و با عرض سلام به برنامه خبری جهان در شش خوش آمدین. امروز پنج شنبه 30 جوزای سال 1392 خورشیدی است که برابر میشه به 20 جون 2013 میلادی. من نشانه نورزاد ابراهیمی هستم. افغانستان پایین کردن درفش طالبان و حذف نام امارات اسلامی از لوحه دفتر طالبان در قطر را بسنده نمی داند. شورای عالی صلح میگوید تمام اعلامیه که نشان دهنده حکومت طالبان باشد باید از دفتر آنها در قطر برداشته شود. این شورا تاکید میکند که اعلام جنگ از دفتر طالبان در قطر نشان دهنده حمایت کشورهای مهم از هراس افغانی به گونه رسمی میباشد. در این حال وزارت خارجه قطر اعلام کرده است که دفتر طالبان تنها یک دفتر سیاسی است و از امارات اسلامی طالبان نمایندگی نمی کند. برافراشتن درفش طالبان بر فراز دفتر آنها در قطر زیر نام امارت اسلامی افغانستان به اندازه با خشم حکومت افغانستان روبرو شد که گفتگوها درباره موافقتنامه راهبردی کابل و واشنگتن و هر گونه گفتگوی صلح را به حالت تعلیق درآورد. هرچند جان کری در تماس تلفنی با رئیس جمهور کرزی از پایین کردن درفش طالبان و عزو امارت اسلامی از لوحه دفتر طالبان خبر داد و وزارت خارجه قطر نیز تاکید کرده است که دفتر قطر تنها نمایندگی سیاسی طالبان خواهد بود، اما شورای عالی صلح این اقدامات را بسنده ندانسته و خواهان برچیدن تمام علایم است که نشان دهنده حکومت طالبان در این دفتر می باشد. چطور امکان دارد از نگاه حقوق بین الدول که یک دفتر که به سطح بین المللی از او حمایت شود، دولت قطر او را تمویل کنه، امریکا هم او را حمایت سیاسی بکنه، از او نعره جنگ بالا شود، معنای حقوقی از این چی میشه؟ معنای حقوقی از این میشه که این اعمال تروریستی تحت حمایت یک کشورها در سطح بین المللی به طور علنی اینا اجرا میشن. از سوی هم سفر فرستاده ویژه امریکا برای افغانستان و پاکستان به قطر درباره گفتگوهای صلح با طالبان به حالت تعلیق درآمده است. سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید که تا اکنون کدام زمان مشخصی برای گفتگوهای صلح با طالبان تعیین نشده است، اما اعلام دوام جنگ از سوی نمایندگان طالبان در قطر نگرانی‌های را در محافل سیاسی برانگیخته است. تنها برطرفی و تغییر سمبول‌ها کفایت نمی‌کنه، باید نیت واقعی به نمایش گذاشته شود. حتی اگر سمبول ها تغییر کنه و اونا بگویند که ما با جنگم دوام میتیم، چون که در اعلامیه خود میگن، این برای آغاز مذاکرات صلح یک اقدام خوب نیست. از سوی وزارت خارجه کشور از پاکستان خواسته است که تمام رهبران طالبان در پاکستان حضور دارند و پاکستان باید در آزادی و فرستادنشان به افغانستان اقدام کند. در اعلامیه وزارت خارجه آمده است در صورتی که پاکستان به گونه واقعی از تلاش‌های صلح افغانستان پشتیبانی می‌کند، پس زمان آن رسید تا برای موفقیت این روند گام‌های عملی را بردارد. هنوز روشن نیست که تنش میان کابل و واشنگتن بر سر دفتر طالبان در قطر چه زمانی فروکش خواهد کرد، اما پرسش این از طالبانی که بر ضد آمریکایی‌ها می‌جنگند چرا در قطر با آمریکایی‌ها به گونه مستقیم به گفتگو می‌پردازند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا بر پیشبرد گفتگوهای صلح در قطر تاکید میکند. رئیس جمهور امریکا میگوید که با توجه به اختلاف دیدگاه‌ها درباره گشایش دفتر طالبان، تصور میکند که رئیس جمهور کرزی ضرورت مصالحه سیاسی در افغانستان را میپذیرد. از سوی هم هند از گشایش دفتر طالبان در قطر ابراز نگرانی کرده و از امریکا میخواهد تا در این مورد توضیحات دهد. سازمان عفو بین الملل نیز نسبت به ادامه این گفتگوها نگران است. نظرالدین مسلح گزارش میده.
گفتگوهای سال تا اکنون روند دشوار دست و پاگیری دانسته شده و از همین رو موفقیت آن نیز با پرسش‌های روبرو بوده است. چنانچه پس از اعتراض حکومت افغانستان از گشایش دفتر طالبان در قطر زیر نام امارات اسلامی، حالا باراک اوباما میگوید که در پیوند به گفتگوهای صلح افغانستان همواره استحقاق‌های را انتظار داشته است. اما رئیس جمهور اوباما امیدوار است که گفتگوهای صلح در قطر به پیش برود. We do think ultimately we're going to need to see Afghans talking to Afghans about ما استحقاق‌های را در پیوند با گفتگوهای صلح افغانستان از پیش می‌دانستیم. شماره در نگرانی‌هایشان در مورد چگونگی گشایش دفتر طالبان واژه‌های را استفاده کردند. ما اکنون معتدلانه برخورد کردیم تا این برنامه با پیش برود. من تصور میکنم که رئیس جمهور کرزی نیاز مصالحه سیاسی را میپذیرد. هرچند در نبرد هستیم، آرزوی من این است که با توجه به آزمون‌های زیاد برنامه صلح باید به پیش برود. در همین حال هند از ایجاد دفتر طالبان در قطر ابراز نگرانی کرده و از امریکا میخواهد تا در پیوند به این مسئله توضیحات بیشتر دهد. سلمان خورشید وزیر خارجه هند میگوید که قرار است موضع‌گیری هند را در پیوند به ایجاد دفتر طالبان در قطر پس از گفتگو با جان کری وزیر خارجه آمریکا به طرفداری از افغانستان اعلام کند. دهلی نو از نقش اسلام آباد در روند این گفتگوها به دلیل شامل بودن شبکه حقانی نیز نگرانی هایی دارد. از سوی هم مفهوم ملل می خواهد تا نهادهای حقوق بشر و مدافع حقوق بانوان از روند گفتگوهای سال در جریان گذاشته شوند. در هر گونه توافق با طالبان نباید حقوق شهروندان کشور به ویژه بانوان و کودکان قربانی شود. حقوق بشر و تامین عدالت باید تحقق پیدا کرده و قربانی مسائل نظامی و سیاسی در افغانستان نشود. نقش بانوان در گفتگوهای صلح باید کلیدی، واضح و اثرگذار باشد و خواستهایشان در نظر گرفته شود. با این حال چین از کشورهای قدرتمند منطقه و همسایه افغانستان از ایجاد دفتر طالبان در قطر استقبال کرده و آن را نشانه از تغییر مثبت اوضاع دانسته است. رئیس روند انتقال مسئولیت های امنیتی هشدار می دهد که صلح با طالبان مسلح و اشعارهای روی کاغذ افغانستان را به فصل دیگری از نبرد وارد خواهد ساخت. اشرف غنی احمدزی تاکید میکند که افغانستان کشور مستقل و دارای منافع ملی است و مردم این کشور به هیچ قدرت اجازه مداخله را در امور این کشور نخواهند داد. در این حال شماره از مقام های پیشین جهادی انجام حمله های انتحاری را اعمال غیر اسلامی و مردود میدانند و از حکومت میخواهند که برای آوردن ثبات در کشور وارد عمل شود. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتری خبر. با آمدن طالبان در صحنه سیاست، با شعار ادامه دادن به نبرد، نگرانی ها از بجا ماندن این گروه به عنوان یک تهدیدی جدی در برابر حکومت افغانستان بالا گرفته است. رئیس روند انتقال مسئولیت های امنیتی تاکید می کند تا هنگامی که مردم افغانستان با هم متحد نشوند، با مداخله های بیرونی افغانستان وارد فصل دیگری از نبرد خواهد شد. ثبات به افغانستان که ده توپک یا توری نرازی. دا وطن د دې وطن نه ده چې په زور څه ومني. د یو واحد غیر د قابل تجزیه د غیر د خطر نه محفوظ د یووالي ثابت با نفوذ د وحدت چښتن د ملي حاکمیت چښتن افغانستان. رئیس روند انتقال چند پرچگی و ایجاد تنظیم های جداگانه در درون نظام را پدیده‌ای برای به بحران کشاندن صلح و زمینه ساز مداخله قدرت های بیرونی در امور کشور می داند و نیز حلقه هایی را در درون نظام بر دامن زدن ناامنی در کشور متهم می کند. اما وی از این حلقه ها نام نمی برد. ده ولو تجارتو وقت تیر سوی نن راسی طول سیاست مداران تو وی تا اول خدای جل شانه تا دوم د افغان ولست مسئولیو. در نشست زیر نام جامعه هماهنگی احمدزی ها که در خیمه لوی جرگه به منظور متحد ساختن مردم برای صلح برگزار شده بود، شماری از مقام های پیشین جهادی در این نشست حمله های انتحاری را مردود و به دور از اعمال اسلامی می دانند و نیز کار شورای عالی صلح را در آوردن ثبات در کشور به باد انتقاد می گیرند.
وزیران دفاع آلمان و ایتالیا در سفر به ولایت هرات از روند گفتگوهای صلح دولت افغانستان حمایت کرده، خواهان ادامه روند مصالحه بر رهبری حکومت افغانستان شدند. وزیر دفاع آلمان تاکید می‌کند که گفتگو با طالبان در صورت ادامه یابد که طالبان حکومت و قانون اساسی این کشور را بپذیرند. در این حال وزیر دفاع ایتالیا میگوید که کشورش در روند گفتگوهای صلح با عنوان یک کشور مستقل با افغانستان همکاری می‌کند. برای گفتگوها با طالبان پیش شرط های داریم، مانند مشروع پنداشتن حکومت کنونی افغانستان، پذیرش قانون اساسی افغانستان و قطع روابطشان با گروه القاعده. هر گامی که در راستای بهتر شدن شرایط در افغانستان برداشته شود، ما تلاش میکنیم که آن گام ها را پرتأثیر کنیم. حکومت ایتالیا در مورد روند گفتگوهای صلح نظر خاص خود را دارند و آن این که این روند نباید بالای مردم افغانستان تحمیل شود و باید این روند به گونه شفاف برگزار شود. برخی از نمایندگان مردم بغلان در پارلمان و اعضای شورای ولایتی این ولایت شمار از مقامهای محلی را به ایجاد ناامنی ها متهم می سازند. شمار از شهریان ولسوالی نهرین ولایت بغلان نیز تاکید می کنند که فرماندهی پلیس این ولایت قرار است افراد را در پلیس محلی جابجا کند که پیش از این با طالبان همکاری داشتند. اما مقامهای محلی این گونه اتهام ها را بی بنیاد می دانند. گفته می شود دامنه ناامنی ها اخیراً شمال کشور را فرا گرفته است. بغلان نیز یکی از ولایت‌های شمال کشور است که میزان خشونت‌ها با گذشته هر روز در آن افزایش می‌یابد. هرچند ایجاد پلیس محلی از سوی وزارت داخله راهکار مؤثر در برابر طالبان دانسته شده است، اما برخی از شهریان ولسوالی نهرین ولایت بغلان می‌گویند که مقام‌های محلی در همکاری با برخی از اعضای مجلس نمایندگان افرادی را در پلیس محلی این ولایت جابجا می‌کنند که پیش از این به نحوی با مخالفان مسلح دولت دست داشتند. پلیس ملی کیست؟ دوست قاتل این مردم ها را جمع کرده سلید این بازار تاخت تاز زدن و کرنده بود که ایران بونی. در هر بندر مسلح پوزبان ناشناس صدها مسلح، یک داغسن ده ها موترسکل کوچه به کوچه نارین، معلوم نبود که این دولتی است این چی کار است. از طرف برادری مرا ناغ و ناروا امینا گرفت و شاده رسم دو سال جدا مای بشیر و آج دولت در منطقه را امحال خبرشتون قماندان صاحب ولایت ای را وظیفه میتیه. اما فرماندهی پلیس ولسوالی نهرین از تامین امنیت در این ولسوالی سخن میزند. هیچ گپ در نهرین کنم جنجال و مشکل سرتاسری نهرین نیست. در هر کوچه و قره و قصبه زیر پلیس میره جلب آورده میتونه. در قمدانی امنیت 100% است، هیچ کدام مشکل نیست. در همین حال برخی از نمایندگان مردم ولایت بغلان در پارلمان و اعضای شورای ولایتی میگویند که مقام های محلی به گونه‌ای در گسترش امنی در این ولایت دست دارند. کسایی در این ولایت سپورت میشن یا دیسان میشن وابسته به یک تنظیم های بسیار قوی هستند، وابسته به یک احزاب سیاسی بسیار قوی است. اگر هر کاری که باشه فقط روانش میکنه در این ولایت که به خاطر که امتیمشون هستند. همیشه ما شما شاهد ازی بودیم که پیش از اینکه انتخابات ها شروع شوه اینا رقابت های ناسالم، مثلا افراد مسلح را در بعضی مناطق جای به جای میکنن، از گروه ها یا از افراد مسلح بیبندوبار حمایت میکنن. پلیس محلی اصلا ایجادش خو باید در قدم اول مطابق هم طرز عمل ها و لایحه و وظایفی که از طرف وزارت محترم امور داخله برشان داده میشه مطابق از او عمل کنه. هرچند مقام های امنیتی بغلان از تلاش ها برای تامین امنیت در این ولایت سخن میزنند، اما به نظر میرسد که هنوز هم برخی از ولسوالی های این ولایت زیر تهدید مخالفان مسلح دولت قرار دارند. چنانچه نزدیک به یک ماه پیش رئیس شورای ولایتی این ولایت در حمله انتحاری در شهر پلخمری همراه با چند تن از همراهانش کشته شد. چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا میگوید که کشورش و جامعه جهانی همکاری های خود را برای تامین امنیت بهتر منطقه با افغانستان، پاکستان و هندوستان ادامه میدهند. هیگل تاکید کرد که نقش آمریکا پس از سال 2014 میلادی در افغانستان با مشوره دهی و آموزش دهی نیروهای افغانستان تغییر خواهد کرد. نهادهای جامعه مدنی خواستار تسریع روند تصویب قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی مجلس سنا شدند. در این حال رئیس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس سنا میگوید که قرار است روز یکشنبه قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و روز سه‌شنبه قانون انتخابات به خاطر تصویب به نشست عمومی مجلس سنا ارائه شود.
از جنجال ها بر سر گشایش دفتر طالبان در قطر تا نگرانی ها از برگزاری انتخابات شفاف در کشور، در اینجا اعضای نهادهای مدنی گرد هم آمده و بر نقش بیشتر بانوان در روند انتخابات تاکید دارند. این نهادها همچنان از مجلس سنا میخواهند تا هر چیز زودتر قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را تصویب کند. پروسه تصویب و توشیح قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات تصدیق گردد تا انتخابات در روسیه و ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی مطابق با آن برگزار گردد. در افغانستان د خلکو له بیلا بیلو قشرونو څخه غواړو چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر کې د په پراخ ګډون سره د افغانستان ټاکنې بریالۍ کړي. مجلس سنا میگوید هفته آینده هر دو قانون برای تصویب برای گیری اعضای این مجلس گذاشته می شود. این دو قانون جنجالی پیش از این از سوی مجلس نمایندگان تصویب شده است. بحث‌ها روی قانون انتخابات از کمیسیون محترم تقنی مشتان و جزگه نهایی شده است و روز یک شنبه انشاءالله غرض تایید و تصویب جلسه عمومی محترم مشتان و جزگه و مجلس عمومی قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات در این میان کمیسیون مستقل انتخابات برای رفع نگرانی ها از چالش های پیش روی انتخابات خواستار حمایت نهادهای مدنی از این روند است. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په یوازې توګه باندې دغه تاریخي ټاکنې ترسره کولای نشي. د مدني ټولنو همکاري ته ډیره زیاته اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دا همکاري وکړي. سیاسي حزبونو همکاري ته اړتیا ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. نهادهای مدنی در حال بر نقش بانوان در روند انتخابات تاکید دارند که گشایش دفتر طالبان در قطر این نگرانی را به وجود آورده است که در صورت شفاف نبودن این گفتگوها ممکن است دستاوردهای 10 سال گذشته در افغانستان نقش براب شوند. امروز 3 جوزا برابر است با روز جهانی پناهندگان. از این روز در حال گرامی داشت می شود که میزان پناهجویی شهروندان افغانستان در مقایسه با سالهای گذشته رو به افزایش و میزان برگشت آنان به کشور رو به کاهش است. وزارت امور مهاجرین و اداره امور پناهندگان سازمان ملل در کابل از کاهش بیش از 30% برگشت پناهندگان افغانستان به کشور خبر می دهند و از نهادهای بشری ملی و بین المللی می خواهند تا در یافتن راه حل دراز مدت برای بیجا شدگان داخلی همکاری کنند. روح‌الله آرمان با شرح بیشتری خبر. 3 جوزا برابر با 20 جون روز جهانی پناهندگان است و از این روز در حال گرامی داشت می شود که بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد در هر 4 ثانیه یک نفر در جهان مجبور به ترک خانه و جای بوده باشه خود می شود. اما افغانستان، کشوری که بیش از 30 سال به این سو بیشترین پناهنده را در کشورهای همسایه و جهان دارد، هنوز میزان پناهجویی در این کشور رو به افزایش است. وزیر امور مهاجرین می گوید که میزان برگشت پناهندگان افغانستان از کشورهای همسایه بیش از 30% کاهش یافته است. مورد دیگه ای که باز هم دولت افغانستان و مخصوصا وزارت مهاجرین در چالش کشانیده همانا بیجا شده داخلی از عوامل مختلفه. شما نمونای مثال از این را در چهارراه قنبر و سایر نقاط کابل میبینین که رقم از این تقریبا به 500,000 میرسه. ما خوشبختانه یک راه حل مناسبی را که همانا ساختن یک پالیسی ملی بیجا شدگی است بالاخره نهایی بسازیم. بدون شک تاثیرات اقتصادی می تواند برخی از شهروندان را مجبور به پناهجویی به بیرون از کشور کند، اما تلاش های ما برای استقلال دوباره برگشت کننده ها با کمک و پشتیبانی هرچی بیشتر نهادهای بشری ملی و بین المللی ادامه خواهد داشت. تازه ترین آمار سازمان ملل متحد نشان می دهد که در سال روان میلادی دست کم 20,000 تن از پاکستان، 5,000 تن از ایران و بیش از 40 تن دیگر از کشورهای غربی به کشور برگشتند، در حالی که این رقم در زمان مشابه سال گذشته نزدیک به 30,000 تن می رسید. با این حال گفته می شود افغانستان از 32 سال به این سو با داشتن بیشترین پناهنده جایگاه نخست را در میان کشورهای جهان دارد. پاکستان با داشتن 1.6 میلیون پناهنده، ایران با داشتن دست کم 900,000 پناهنده و آلمان با داشتن دست کم 600,000 پناهنده و ترتیب از بزرگترین میزبانان پناهندگان افغانستان در جهان هستند. این رقم نشان می‌دهد که به گونه میانگین از هر 4 پناهنده در سراسر جهان یک نفر آن شهروند افغانستان بوده که 95% آن در پاکستان و ایران و متبقی در کشورهای آلمان، استرالیا، دنمارک، سویدن، نروژ، بریتانیا، کانادا، آمریکا، اتریش، ترکیه، یونان، اوکراین و روسیه به سر می‌برند.
اتحادیه اروپا و مصر برای پایان دادن جنگ در سوریه بار دیگر تاکید کردند. رئیس سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه مصر دیروز در نشست خبری به خبرنگاران گفتند که یگانه راه حل سیاسی برای پایان جنگ در سوریه برگزاری نشست جهانی ژنو است. این در حالی است که چند روز پیش محمد مرسی رئیس جمهور مصر تمام روابط خود را با سوریه قطع کرد. تا آمادگی درست برای انتقال اقتصادی پس از سال 2014 گرفته نشود، انتقال نظامی و سیاسی در افغانستان به ناکامی روبرو خواهند شد. اتاق تجارت و صنایع میگوید که دولت در 12 سال گذشته هیچ راهکار برای رشد اقتصاد کشور آماده نکرده است و همکنون سرمایه گذاران، بازرگانان و کارخانه داران از سرنوشت سرمایه و کارخانه هایشان پس از سال 2014 نگرانند. برنامه خبری جهان در شهر در همینجا با پایان رسید. از شما و همکاران تکنیکی هم تشکر.